سفری پس از 6 دهه. اندونزیا یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی جهان با بیش از 700 قوم و نژاد گوناگون تحت چتر شعار ملی یگانگی در دگرگونی است. بیننده های عزیز سلام، در این پرسپال گفتگویی داریم با سفیر افغانستان در اندونزیا بانو رویا رحمانی. تشکر از فرصتی که به ما دادین خانم سفیر. تشکر از شما هم. در مجموع سفر رئیس جمهور اندونزیا به افغانستان در یک هفته بسیار حساس صورت میگیره، زمانی که کابل در دو هفته پی هم شاهد رویدادهای بسیار خونینی بود و مردم زیادی در رویدادهای حراس افکنان جانشان از دست دادن. تعهد اندونزیا در این سفر بر افغانستان مشخصا چی بود؟ بسیار تشکر. اولا سلام گرم خدمت شما و بینندگان برنامه شما. در سفر تاریخی که در این هفته انجام شد و اولین سفر رسمی در 6 دهه اخیر توسط رئیس جمهور اندونزیا به افغانستان بود، تعهد کشور اندونزیا بر افغانستان در عرصه صلح‌سازی، در عرصه نگه داشتن صلح پایدار، در عرصه همکاری مشارکت بین علمای دو کشور، در عرصه ظرفیت سازی، در عرصه همکاری های اقتصادی، همکاری هایی که مردم دو کشور بتونه بیشتر به هم نزدیک بسازه، از او جمله مثلا تعهد بورسیه ها، تعهد برنامه هایی که بین دو کشور مشترکن ایجاد شوه بود. تأثیر اندونزیا را به عنوان یکی از کلانترین کشورهای اسلامی و پرجمعیت‌ترین کشورهای اسلامی در این راستا چقدر مهم می‌دانین و چقدر مؤثر خواهند بود بر این روند؟ تعهد از اونا در آوردن صلح به افغانستان یک مسئله بسا مهم و ارزنده می باشه به چند لحاظ. به لحاظ از این که در قدم اول اندونزیا تعهدش تعهد صادقانه است. اندونزیا کشور نیست که منافع شخصی خود که متضاد به منافع ما باشه در این روند جستجو کنه. خواست اونا در همکاری با آوردن صلح در افغانستان بیشتر متمرکز است به دیپلماسی صلح سازی اندونزیا که یکی از مو کاراکترهای خود مردمی از اینا است و موضوع دیگه هم به حیث از اینکه اونا میخواین به حیث یک کشور مسلمان با کشور مسلمان دیگه همکاری داشته باشن. علاوه بر از او با در نظر داشت رشد سریعی که در روابط ما در سالهای اخیر خصوصا در یکی دو سال اخیر ایجاد شده و بالخصوص با اولین سفر رسمی رئیس جمهور افغانستان به اندونزیا، اونای علاقمندی بسیار خاص به افغانستان پیدا کردن و صادقانه میخواین که همراه افغانستان همکار باشن. تأثیر ازی از چند لحاظ مهم است. یکی قراره که من قبلا گفتم به خاطر ازی که اینا بزرگترین کشور اسلامی هستند، بزرگترین سازمان های بزرگ اسلامی را دارن و همچنان یک کشور هستند که کدام خواست و علاقه از نظر سیاسی امنیتی و یا مسائل سیاسی جغرافیایی در افغانستان ندارن. با وجود از اینکه اندونزیا یکی از کشورهای بزرگ اسلامی است که سازمانهای کلان اسلامی در اوجه وجود داره، علمای بسیار زیاد اوجه وجود دارن، تحریرات و تحقیقات اسلامی در اوجه بی‌نهایت صورت میگیره، این رابطه را چقدر مهم و راهبردی بر افغانستان میدانین با در نظر داشت از اینکه یکی از مشکلات اساسی 16 سال اخیر در افغانستان مسئله مشروعیت جنگی بوده که مخالفین در افغانستان او را مشروع میدانن و جهاد اعلام میکنن، این چقدر میتونه ایرا را فراهم بسازه و در مورد از اینکه قرار شد اونا یک مرکز اسلامی را در کابل داشته باشن؟ خانم فروتن، شما تقریبا یک اندازه به جواب سوال هم پرداختین، به خاطر از اینکه
شما قسم که اشاره کردین اینا کشور هستن که این خصوصیات را که شما شرح کردین دارن و در ضمن ازی یکی از مشکلات عمده ما در اختلافات و جنگ جوری می مشروعیت جنگ در افغانستان است. از این خاطر اینا میخواین که وقتی در پروسه صلح همراه ما همکاری کنن، یکی از اولویت های زینایی است که ریشه جنگ در چی است. البته ایره از تجربه خود میگن، قراره به خاطر ازی که قراره که شما معلومات دارین، صحبت های ما قبلا داشتیم که در یکی از جزایر اندونزیا هم 25 سال جنگ جریان داشت که جزیره اچه بود. در اونجا هم جنگ بسیار به مدت زیاد جریان داشت، در جزایر دیگه هم، در ولایات دیگه هم جنگ های به مدت های مختلف جریان داشت، ولی اینا همیشه تانستن که را به یک نحوه توسط مفاهمه و مذاکره و امپذیری حل بسازن. از این لحاظ اونا وقتی که با در نظر داشت مشکلاتی که در افغانستان است و شما قسمی که برش اشاره کردین، مشروعیت جنگ و مشروعیت دادن جنگ از یک جنبه دینی و مذهبی یکی از مشکلات عمده ما به شمار میره، اینا هم میخواین که دمی ارس همراه ما همکاری کنن. از امو خاطر یکی از تعهدات مشخص همکاری علما با علما است و برگزار کردن یک کنفرانس بین المللی اسلامی در اندونزیا. یک قسمت دیگری از این تعهدات برمیگشت به کسانی که علاقمند هستن به اندونزیا برن و آموزش ببینن. دقیقا روند تحصیل یک فرنده است که باعث میشه فرهنگ او کشور را بیاموزن. اندونزیا با در نظر داشته تنوع قومی که داره و وسعتی که داره و جمعیتی که داره، چقدر میتونه تاثیرگذاری خود روی نسلی داشته باشه که قرار است در اندونزیا درس بخونن؟ حالا چقدر دانشجو در اندونزیا از افغانستان مشغول هستن و این چطور گسترش خواهد یافت؟ تعداد دانشجوهای ما در اندونزیا فعلا در حدود 50 تا 60 دانشجو داریم در اونجا و تعهد هم صورت گرفته که تعداد به آینده نزدیک به مراتب افزایش خواهد یافت. در اونجا زمینه آموزش خوب است برای کسایی که اونجا میرن. من مطمئن هستم که از فرهنگ از اونا، از شیوه های از اونا، از نه تنها آموزش هایی که فقط در دانشگاه یا در ساحه تحصیلی خود یا تعلیمی خود میبینن، بلکه با زندگی در یک محیطی که شباهت های هم بر ما داره و تنوع هم به نوع زندگی داره، از او آموخته های خوب خواهند داشت. البته این تعهد صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک تعداد دانشجوهای ما در اوجا به مراتب زیادتر شوه. یکی از مسائلی که برای دانشجوهای افغان مشکل است این است که بسیاری از ساختارهای تعلیمی در اندونزیا، همچنان پانتونهایشان، به لسان خودشان است. از او خاطر بسیاری از دانشجوها باید است که یک دوره لسان تکمیل کنند تا بتانند که به شکل درست از او استفاده، از دوره تحصیلی و تعلیمی خود استفاده کرده بتانند. با وجود از اینکه در روز ورود رئیس جمهور اندونزیا در کابل اوضاع امنیتی شبیه همیشه وقت به شکل طبیعیش وجود نداشت، کابل از یک حمله بسیار خونبار تازه بدر شده بود و او روز به رغم هم روز ماتم ملی بود، در این روز اندونزیا تعهد کرد تا یک گروه از تجاران خودش را به خاطر ارزیابی و یا همکاری های بازرگانی به افغانستان روان کنه. چقدر زمینه فرصت در سالهای دیگر از دست رفته بود و چقدر میتونه این روابط تجاری را به عنوان یکی از شاخصهای اقتصادی مهم که اندونزیا هست برای افغانستان با این وضعیت مؤثر بسازه؟ در مورد از اینکه چقدر فرصت ها از دست رفته، ترجیحاً بگذاریم چیزی که از دست رفته رویش نپردازیم. در مورد چیزی که ممکن است گفته میتونیم که
در فرصت های تجارتی بین افغانستان و اندونزیا فرصت های بسیار خوبی هست. همچنان اگر ما بتانیم که از قسمی که تلاش داریم یک تعداد سرمایه گذارای اندونزیایی را توجهشان را جلب کنیم تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند، البته این تعهد هم تا یک اندازه دوج شکل گرفته و یک تعدادشان بسیار علاقمند هستند که به خاطر ارزیابی فرصت ها با این نزدیک سفر کنند، قسمی که شما برش اشاره کردین، و بلخص با تعهد که رئیس جمهور اندونزیا در سفر اخیر خود به مردم و کشور افغانستان داشت، این زمینه مشارکت های بسیار مهم را میتونه فراهم بسازم. البته یکی از مشخصات از این تعهد امی بود که یک ظرفیت سازی بین تجار افغانی و اندونزیایی صورت بگیره. تجار اونا، تجار اندونزیایی تجارب بسیار خاص و زیاد را برخوردار هستند، در کشورهای بسیار زیاد سرمایه گذاری کردن، سرمایه های بسیار انگفته در دسترس دارن. خب با در نظر داشت از اینکه یکی از اقتصادهای بسیار بزرگ دنیا هست و مشخصا در جنوب آسیا، این ما میتونیم که از اونا، از تجار اونا در عرصه های ظرفیت سازی، در عرصه های همکاری هایی که پروژه ها یا مسائل باشه که یک تجار افغانی با تجار اندونزیایی یک جای دو بتانن سرمایه گذاری کنن، همچنان روند زیرا که ما بتانیم صادرات خود انکشاف بتیم و با در نظر داشت از اینکه اندونزیا کشور همسایه نیست و از نظر مسافه هم دورتر واقع شده، ما میتونیم که توسط ازمی رفت آمدها راههایی را جستجو کنیم تا صادرات ما به اندونزیا انکشاف بیفته، از آموخته های از اونا یاد بگیریم، اونا درسه های بسیار خاص تجارب زیاد دارن در قسمت مسائل زراعتی و خودکفایی مواد غذایی، تجارب بسیار عالی دارند در قسمت معادن، در قسمت ساختمان، زیربنا و صنایع مختلف تجارب بسیار خوبی دارند. البته یک تعداد زیاد از تجار ما همی در حاضر هم با اونا روابط دارند، منتها او قدره که باید باشه نیست و یکی از مسائل است که در صدر گفتگوها قرار داشت که ما باید از نظر همکاری های اقتصادی را بین دو کشور انکشاف بدیم. بله، چقدر این روابط رشد یافته هست با کشور اندونزیا؟ آیا این روابط فقط این روابط دو ساله هست و یا خیر پیش از این هم ما تهداب یک روابط استوار بر منافع مشترک بین دو کشور داشتیم یا چنین چیزی نبوده؟ شما وقتی که سفیر شدین دوجه با چه چیزی روبرو شدین؟ روابط اندونزیا و افغانستان از سال 1954 شروع شد. افغانستان یکی از اولین کشورهایی بود که استقلال اندونزیا را به رسمیت شناخت و اندونزیا هم همواره روابط بسیار دوستانه و مخلصانه با افغانستان داشته. در چند دهه اخیر هیچ وقت ما در موقعیت یا مقطعی نبودیم که سفارت ما در افغانستان در اندونزیا بسته شود یا سفارت اندونزیا در افغانستان بسته شود. یعنی البته یکی از کشورهایی بوده که ما همیشه روابط داشتیم از 1954، ولی در قسمت از این که آیا این روابط امو پتانسیلی که داشته به او پتانسیل رسیده، ما صادقانه فکر میکنم که نخیر. روابط ما میتونسته و هنوز هم بسیار گنجایش داره که بسیار بهتر و برتر از چیزی که در گذشته بوده و حتی حال هست گسترش بیافه. ما میتونیم بسیار روابط بهتر با این کشور داشته باشیم، از آموخته های از اونا بیاموزیم، با اونا روابط داشته باشیم که کمی متفاوتر از روابط ما با بعض همکارای بین المللی دیگر ما هستند.
اندونزیا با 700 قوم و نژاد متنوعی که در دل خودش داره، کشوری است که با یک تساهل در برابر یک دیگر رسیدن مردمش. با در نظر داشته از اینکه اکثریت مردم مسلمان هستن ولی دینای غیر اسلام هم در اوج وجود داره و زندگی میکنن، از این لحاظ چقدر میتونه الگو برداری از این بر افغانستان مؤثر باشه؟ با در نظر داشته از اینکه در افغانستان فقط چند قوم متعدد هست ولی جنجال بیشتر از 100 سال اخیر جنجال های مشترکی هست که تا امروز جریان داره و متاسفانه حل نمیشه. 88% این نفوذ حجیم مسلمان هستن و اونا به این معتقد هستن که اسلام دین رحمت للعالمین است. اسلام برای اندونزیایی هایی که مسلمان هستن جزی بسیار مهم هویتشان است و وقتی که دین از اونا اصل و اساسش رحمت است، پس چطور میتونن که از خشونت در برابر هم کار بگیرن؟ یعنی یک توافق کلی است بین اغلب اندونزیایی که زندگی میکنن. ما گفته نمیتونیم که همشان 100% با هم توافق دارن، ولی به این معتقد هستن که جنگ برای هیچ طرف منفعت نداره، یا اتر بگیم که منفعت دوامدار در جنگ نیست. اندونزیایی ها به این بسیار خوب پی بردن که جنگ یک گردابه هست که در او فقط میتونین پایان برین و غرق شوین، و هر مشکلی که دارن و هر اختلافی که دارن با او به نظر خود استادگی دارن، با او البته میپردازن، ولی از جنگی که منجر به کشتن و از بین بردن و نفرت و تفرقه شوه تا حد امکان دوری میکنن. این اصل هست که توسط سازمانهای بزرگ اسلامی که در اندونزیا هست هم ترویج میفه. اندونزیا دارای بزرگترین سازمانهای اسلامی در جهان است. به طور مثال یکی از سازمانهای از اینا به نام نهضت العلماء است که قسمی که شما پیشتر برش اشاره کردین، اینا بیشترین تحریر و تحقیق اسلامی را به جهان عرضه می دارند سالانه، و تنها اعضای از اینا که به حساب کارت دارن که ما عضو از این سازمان اسلامی هستیم، بخش مردهایشان 92 میلیون نفر است، بخش خانمایشان بیشتر از 42 میلیون است، و بخش جوانایشان بیشتر از 30 میلیون اعضا داره. یکی از وظایف عمده سازمان‌های اسلامی در اندونزیا همی است که با وجود که سازمان‌های مختلف است، اختلافات خود دارند در جزئیات، ولی وقتی که در مسائل عمده و عمومی میآیند یک تمرکز دارند که ما بر مردم همیشه دوباره یادآوری کنیم، تفهیم کنیم در قدم اول ما اندونزیایی هستیم و به اصول پنجگانه معتقد هستیم. ای باعث ازی شده که در اوج با وجود تنوعی که وجود داره، با وجود مشکلاتی که وجود داره، با وجود که فقر که هنوز هم وجود داره، ولی مردم تانستن به آرامش و صلح زندگی کنن و آیسته آیسته هم به رفاه اقتصادی دست بیافن. رشد از یک کشور در 10 سال اخیر در از نظر اقتصادی بالاتر از 5% هر سال بوده که هم یک رشد بسیار خاص و ناب است. اگر گذشته از یک سفیر افغانستان به عنوان یک شهروند، چقدر در این روزها احساس امنیت میکردین در کابل؟ خب بدون شک همه ما من فکر میکنم که من هم مثل هر شهروند دیگه نگرانی های بسیار خاص خود داشتم در چند روز اخیر که در گذشت، و ما در کابل، ما بعد از مدت زیاد به کابل آمده بودم، ما مثل هر شهروند دیگه نگران امنیت خود، فامیل خود، دوستای خود و مردم خود بودیم.
و مخصوصا حادثه که روز شنبه قبل رخ داد حادثه یهودی نبود و این بسیار تکان دهنده بسیار تکان دهنده بود. شما در آسیا یگانه سفیر زن از طرف حکومت افغانستان هستین. ما میخوایم اینو پرسان بکنم که تعهد حکومت در قسمت مبارزه با تبعیض علیه زنان و خشونت علیه زنان چگونه هست؟ چقدر در کارتان خودتان آرام احساس میکنین و فکر میکنین که جدی گرفته میشین؟ من کلن فکر میکنم که مبارزه زنان علیه تبعیض نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورها هنوز هم ادامه داره. بدون شک ما هم از او مشکلات که مشخصاً به خاطر تبعیض جنسیتی متوجه زنان هستند دور نیستیم و متاثر هم هستیم. ولی اگر ما صادقانه براتون بگویم در دوره کاری ما به حیث سفیر مشکلات زیاد را روبرو بودیم، ولی ما اینطور حس البته مشخصا در دوره سفارت این مشکلات به دلیل از زن بودن منه. من یگانه وقتی که ایره بسیار صادقانه باید بگویم که مشکلات را حداقل که در دوره سفارت هم ما داشتیم ما اینطور حس نکردیم که این مشکلات مشخصا به خاطر ازی است که ما یک خانم هستم. البته پیشتر از او این مسائل بیشتر ما حس کردیم در تجربه گذشته مختلف در تجربه های گذاشتیم. ولی ما منظور ما زیسته که اصل مشکلات که ما با او روبرو بودیم ما ایرا منبعش تبعیض علی خودم به خاطر زن بودنم در دوره سفارت حداقل از طرف حکومت نیافتیم. و البته در اوج هم ما امرای شما شریک بسازم که ای زن بودن من یک فرصت هم برمد و در کشور اندونزیا میسر ساختم. یک دلیلش این است که بسیاری مردم در اندونزیا باور نداشتن و که من بایسی یک خانم سفیر افغانستان هستم. تا چند روز قبل که جدیدن سفیر جدید لبنان هم یک خانم مسلمان معرفی شده، در بین 108 سفارت که اوجا وجود داره و واضح هم کشورهای اسلامی هم سفارت خدا دارن، من یگانه سفیر زن بودم که مسلمان بودم و این بر من یک فرصت بسیار خوبی را ایجاد میکرد. البته اونا با یک دیدگاه بسیار مثبت به این پدیده می دیدن. خسته نباشید. بسیار تشکر. تشکر بانم رحمانی.